برای ما قواعدی مشخص شده که ما از این قواعد پیروی کنیم تا اینکه خدای نکرده ما به انحراف نریم ما دچار سوء فهم به نسبت نصوص شرعی نشیم ما دچار سوء برداشت یا انحراف در باورها در عقاید خودمون دچار انحرافات نشیم و وارد دایره بدعت نشیم چیزهایی که حالا به زم خودمون جز عبادت هست و چیز خوبی هست و به وجود بیاریم که خدا و رسول به امر نفرمودن ما رو به اون چیز فرا نخوندن اما ما از سر خودمون طبق حالا سلیقه یا مزاج یا گرایشاتی که خودمون داریم اومدیم و این چیزها را به وجود آوردیم و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله عبارتی داره در این مورد که میفرماید ولا تجد من یقول انه محتاج الى غیر آثار الرسول الا من هو ضعیف المعرفة والاتباع الى آثاره. هیچ که پیدا نمیشه که بگه ما به سنت پیامبر یا آنچه از احادیثی که از پیامبر به ما رسیده نیاز نداریم مگر اینکه در در نتیجه ضعف دانش و معرفت اون هست و در نتیجه اینه که در حقیقت در این زمینه دچار جهالت هست و الا فمن قام بما جاء به به کتاب و اشرف على علم الاولین والاخرین کسی که مطابق قرآن و سنت باشه از کتاب الهی و سنت نبوی پیروی کنه دیگه اون علمی که در حقیقت الله مطالب انبیا داده و اون علمی که باعث سعادت ما در دنیا و آخرت میشه و اون علمی که مصالح ما رو و اون هدایتی که مساله ما رو برآورده میکنه باعث سعادتمندی ما در دنیا میشه و سربلندی و در حقیقت نجات ما در آخرت میشه این در قرآن و سنت وجود داره و هر که به اون چنگ بزنه خودش رو مسلح به این علم کرده